بوتان کشوریه که فقط 50 سال دراشو به روی دنیا باز کرده، اما با اینکه 754 هزار نفر جمعیت داره، ارزش پولش با هند که 1.5 میلیارد نفر جمعیت و 86 برابر مساحت بوتان رو داره برابره. بوتان عجیبه، از محدودیت استفاده از اینترنت گرفته تا خطرناکترین فرودگاه دنیا، مردمی بسیار آروم و مهربون با عقاید شوکه کننده. بریم ببینیم توی مرموزترین کشور آسیا چی میگذره. تا آخر همراه من باش تا ببینی مردم این کشور چه سنت‌هایی دارن که همه توریستا رو شوکه کرده. بوتان کشوری محصور در خشکی واقع در هیمالیای شرقی در آسیای جنوبیه که با چین و هند مرز مشترک داره. مساحتش 38.394 کیلومتر مربع، حکومتش پادشاهی مشروطه و دینشون وجرایان است. پایتختش هم شهر تیمفوه. این کشور شادترین مردم روی کره زمین رو داره. اونا بین اموال مادی و معنویشون تعادل دارن و دغدغه چیزی رو توی زندگیشون ندارن. تولید ناخالص داخلیشون همواره رو به پیشرفته و منابع کشورشو به درستی مدیریت میکنه. هند سرمایه گذاری زیادی در نیروگاه های آبی این کشور داره و به خاطر سرمایهش به خوبی نیروگاه های بوتان رو اداره میکنه. توی این کشور اینترنت و تلویزیون به صورت محدود استفاده میشه. جنگل ها و محیط زیست و حیوان ها تحت حفاظت شدید دولتن. بنابراین از جنگل زدایی هم خبری نیست. اونا آرومترین مردم دنیان و رفتارشون بسیار انسانیه، چه با هم دیگه و چه با طبیعت. توی بوتان یه واحدی به اسم شاخص ملی شادی گراس نشنال هپینس وجود داره که اندازه‌گیری میکنه میزان خوشحالی مردم رو توی زندگیشون. توی این کشور وزارت شادی وجود داره. یادته دیگه تو کدوم کشور همچین وزارت خونه‌ای بود؟ طبیعت این کشور بکر و دست نخورده است. آلودگی صوتی و تنفسی هم وجود نداره. فاصله طبقاتی هم وجود نداره. توی کارخونه هاشون هم تولید ضایعات ندارن. استفاده از سیگار و پلاستیک هم ممنوعه و کشیدن سیگار جریمه داره و حتی ممکنه زندانی بشی. سلامت عمومیشون بسیار بالاست و با اینکه این کشور در حال توسعه است، اما مراقبت‌های بهداشتی و آموزشیشون رایگانه و خدمات درمانی حتی برای گردشگران مجانیه. بوتان هرگز مستعمره نشده و این باعث شده که مرموزترین کشور آسیا باشه. این کشور فقط یه فرودگاه بین المللی داره و چون در دامنه کوههای هیمالیاست، از خطرناکترین فرودگاه‌های جهانه و فقط 8 خلبان اجازه پرواز در این فرودگاهو دارن. خیلی عجیبه نه؟ توی تیمفو یه چیز جالبی که وجود داره، ترافیک خیلی کمه. بنابراین چراغ راهنمایی هم ندارن. فقط یه پلیس وسط چهارراه وایستاده و با دست ماشینا رو هدایت میکنه که گردشگران عاشق این صحنه‌ن. راستش منم عاشق بوتان شدم. اگه تو هم تا اینجا از گرفتن این اطلاعات راضی هستی، لایک کن تا ویدیوها به بقیه هم نشون داده بشه. توی کامنت ها هم به هم بگو برای سفر طبیعت بکرش برات مهمه یا لاکچری بودنش مثل دبی. کدومو ترجیح میدی؟ بریم بقیه رو بهت بگم. دولت بوتان نمیخواد گردشگریش توسعه پیدا کنه چون طبیعت و فرهنگشون اولویت داره که حفظ بشه. مردم لباسای ملی خودشون رو میپوشن به طوری که توی ادارات، مدارس، جشن‌ها و مراسم رسمی پوشیدنش اجباریه. لباس مردونه‌شون به اسم گو و زنها لباسی به اسم کیره میپوشن. مردم این کشور بیشتر گیاهخوارن و کشتار حیوانا ممنوعه، ولی گوش رو از هند وارد میکنن. عاشق فلفل چیلیان، غذاهاشون به شدت تنده. توی این کشور برخلاف اکثر نقاط دنیا مردسالاری وجود نداره. هر چیز مردسالاری رو توی این کشور برعکسش کن. ارث به دختر بزرگ میرسه، مدیریت خونه و مغازه و حتی کشاورزی هم با زناست. حتی مرد که ازدواج میکنه اونه که به خونه همسرش میره. طلاق و ازدواج مجدد هم یه چیز عادیه و چند همسری قانونی. اما با اینکه قانونیه زیاد رایج نیست. این کشور بی خانمان نداره چون پادشاه به همه زمین میده که خونه بسازن و سبزی بکارن. بوتان میزبان فستیوالای مذهبی زیادیه که بهش میگن تسچو. شامل رقصای ماسکار مذهبی، موسیقی سنتی و مراسم دعاست. در فرهنگ بوتان نقش و نمادهای خاصی وجود دارن که ممکنه از دیدگاه خارجی ها غیر معمول یا حتی شوک‌آور باشه. یکی از این نمادها و نقاشی‌ها آلت
تناسلی مردونه است که در سراسر کشور به ویژه توی روستاها و منازل دیده میشه که بخشی از باورهای فرهنگی و مذهبی بوتان و ریشه در تاریخ این کشور داره. حالا سرمنشأش کجاست؟ بیا بهت بگم. دروکپا کونلی به الهه دیوانه یا مجنون الهی شهرت داره که یه استاد بودایی تبتی بوده که به بوتان سفر میکنه، اما چون رفتاری عجیب و نامتعارف داشته بهش میگفتن الهه دیوونه. اون نماد پرستی رو برای ابزار آموزش و از بین بردن شر و بدی استفاده میکرده. یه معبدم توی بوتان هست به اسم چیمیلاکانگ که به افتخار همین آقا ساخته شده و اونایی که میخوان بچه دار بشن اونجا میرن دعا میکنن و بعدم عکس حاملگی و بچه هاشون رو برای معبد میفرستن. از نماد تناسلی برای محافظت از خونه و خانواده و بهبود باربری و سلامت فرزندان و خلاصه حفاظت از چشم زخم و ارواح بد استفاده میشه. خیلی براشون کاربردیه. در که این مطلب شاید برای من و شما سخت یا خنده‌دار باشه، اما بخشی از هویت فرهنگی مذهبی بوتانه. خیلی هم بهش پایبندن، پس بهتره ما هم به فرهنگشون احترام بذاریم. اگه دوست داری همزمان با تورهای لاکچری ویدیوهای این شکلی بیشتر ببینی به هم توی کامنت ها بگو. اگرم تا حالا سابسکرایب نکردی دیگه زحمتشو بکش که وقتشه. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.